سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در این شماره از تفسیر خبر با آقای منصور اوسانلو خواهیم بود، فعال کارگری و سندیکایی. نگاهی میاندازیم به وضعیت کارگران در ایران، ادامه تجمع‌های اعتراضی کارگران ایران در شهرهای مختلف در ارتباط با دستمزدها و وضعیت کار، و نیز ادامه زندانی بودن و زندانی شدن چند کارگر ایرانی و بازداشت‌های جدید. همچنین در آستانه نوروز نگاهی میاندازیم به سفره کارگران ایرانی، به هفت سین کارگران ایرانی. کارگران ایرانی در سالی که آخرین روزهای خود رو میگذرونه چه وضعیتی داشتند؟ دولت روحانی چه اقداماتی برای آنها به عمل آورد و به وعده‌های خدایا در زمینه افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی کارگران عمل کرد یا خیر؟ همونطور که اشاره کردم با من و شما هستند آقای منصور اوسانلو در نیمه نخست برنامه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای اوسانلو عزیز سلام به شما. سلام به شما، همکاران و همه مردم ایران در هر جای جهان که هستن. آقای اوسانلو عزیز، من به یاد دارم پیش از انقلاب در چنین روزهایی کارگران وضعیت نسبتاً خوبی داشتن، سود ویژه بود، پاداشی در میان بود و همینطور ایدی بود، در واقع سه منبع درآمد و حقوق که سر جای خودش بود. الان پس از انقلاب در آستانه نوروز نگاه شما رو جویا هستیم در ارتباط با وضعیت کارگران، وضعیت کارگران در ایران، به طور نمونه کارگران پلی اکریل. خطاب به حسن روحانی مطرح کردن که ما حقوقی که دریافت میکنیم حتی کفاف زنده موندن رو هم نمیده. نگاه شما رو خواستار هستیم. با توجه به اینکه به قول شما نزدیک به نوروز هستیم، دولت و حکومت میخواد حتی از این فرصت تعطیلات نوروز برای فرار از مسئولیت‌هایی که به عهده داره در مقابل مردم استفاده کنه، چرا که رشد جنبش اعتصابی، اعتراضی و اتحاد و همبستگی و همگرایی درخواست‌های معلمان، کارگران و پرستاران به خصوص از نیمه دوم بهمن ماه تا امروز کماکان در حال رشد است و شما خودتون اشاره به بعضی از این اعتراضات تجمع کردید. ما در دهم اسفند یکی از پرشکوه ترین اتحادهای سراسری دستمزدبگیران ایران رو که اسکلت بندی اصلی اونو معلمان و کانونهای صنفی بر عهده داشتند شاهد بودیم و در همین روز شاهد دستگیری تعدادی از معلمان و کسانی که در این اعتراضات همکاری کرده بودند. پی آمده اون دولت و حکومت پذیرفتند که حقوق معلم‌ها رو اضافه بکنند و بخشی از عقب افتادگی‌های مختلفی که در رابطه با دریافتی‌های آموزگاران کشور بود رو بپردازند، ولی فعلا در حد شعار بیشتر باقی نموند. به همین دلیل کانون صنفی معلمان در استان‌هایی که برای من فرستادن همین چند ساعت پیش در تهران، اصفهان، فارس، سنندج، کرمانشاه، تبریز، اردبیل، همدان و چهارمحال بختیاری
با سایر همکاری سایر به اصطلاح کانونهای صنفی معلمان درخواست دوباره ای دادن که از روز شنبه 22 به بعد 22 اسفند 22 23 و 24 اسفند ماه مدارس رو تعطیل و رأس ساعت 10 صبح لغایت 13 بعد از ظهر معلمان تهران در مقابل مجلس و معلمان سایر استانها در مقابل ادارات آموزش و پرورش در مراکز استانها به تحسن و اعتصاب می نشینند. علاوه بر اینا دوباره یک نامه جداگانه داشتیم از 1000 معلم اردبیلی که همشون در اعتراض و تحسن همین امروز و همین حالا هستند و دیروز این تحسن و اعتصاب رو شروع کردن و درخواست قراردادهای دائمی شغلی، همچنین افزایش دستمزد تا حداقل همون 3.5 میلیون تومان در ماه برای افزایش دستمزد داشتند، به علاوه تشکیل گروه های کوهنوردی آزاد معلمان و فرهنگیان که به همراه خانواده هاشون تا الان من از 3 استان گزارش و عکس و فیلمشو داشتم، یعنی در کرمانشاهان، همدان، اردبیل و مشهد به خصوص، که این تجمعات رو در کوهستان ها در روزهای تعطیل حتی میتونم بگم بعضیش چند هزار نفره، حالا من عکس ها و فیلماش هم به زودی منتشر میشه همین تا چند ساعت دیگه در فیسبوک ها و در اختیار همه تلویزیون ها هم قرار خواهد گرفت، یعنی مراکز تفریحی هم تبدیل شده برای معلمان، آموزگاران و کارگرانی که گلگشت ها و پیکنیک های هدفمند رو میذارن به عنوان جاهایی که در اونجا بتونن همگرایی و همبستگی کنن، گفتگو بکنن و راه های جدید اعتراض رو برای کم هزینه کردن و به نتیجه رسیدن رو داشته باشن. یک مسئله اساسی که اینجا قابل توجه هست و باید حتما اشاره کنیم اینه حکومت جمهوری اسلامی در مقابل این به اصطلاح تعرضات، اجتماعات، اعتراضات کاملا فشل شده. همونطوری که شما میبینید موقعی که چندین هزار نفر در چندین شهر و استان مختلف به میدان میآیند و حق طلبی میکنند، حکومت ابزار سرکوب خودش را دست داده، چرا که با نفت زیر 40-50 دلار پول نداره به دست چماق به دست ها و بسیج ها آدم کشاش بده و اونا پولکی هم که بیان مردم رو، همکاران خودشون رو یا فامیل و همسایه و کسانی که میشناسن به عنوان معلم، کارگر، پرستاری که در این 10 روزه، 10 روزه اول اسفند به خصوص و الان که دوباره موج دوم این اعتراضات شروع شده سرکوب کنن و به علاوه حضور کارگران شرکت واحد بار دیگر جلوی وزارت کار 3 روز پیش بسیار چشمگیر بود که از 9 و 10 صبح آمدن تا 3 بعد از ظهر در جلوی وزارت کار با پلاکارد و با تصاویر و عکسایی که داشتن همین فریاد کارگران پلی اکریل، کارگران اتحادیه آزاد کارگران و همچنین معلمان و همه پرستاران ایران رو سر دادن. یه گزارش دیگه هم داریم که به اصطلاح سازمان نظام پرستاری و جامعه پرستاران اعلام کردن که اونها هم روز 24 اسفند در یک اعتصاب و تجمع سراسری در همه شهرستان ها و محل بیمارستان ها و حضور در جلوی مجلس به معلمان و کارگران خواهند پیوست و روز 24 اسفند روز اوج این همبستگی برای افزایش دستمزدها و قراردادهای شغلی دائمی و نظارت بر صندوقهای ذخیره ارزی کارگری، پرستاری، معلمان و بازنشستگان خواهد بود. یه گزارش دیگر هم خدمتتون بگم، شما سوال بفرمایید چون وقتمون کمه. گزارش مربوط به کارگران ایران خودرو که اونها هم کماکان حالت اعتراض و نامنگاری و دست کشیدن از کار رو در دستور کار خودشون دارن، چرا که کارفرما قبول کرده بود در پی اعتراضات ماه گذشته حدود 20 روز پیش نفری 500 هزار تومان علاوه بر دریافتی هایی که طلبکار بودند به عنوان مازاد تولید به همه 43 هزار پرسنل زحمتکش ایران خودرو بده که نداده و اون باعث شد که کارگرها دوباره اعتراض کنند. در برخی از سالن ها خطای تولید رو از کار انداختن و بعد کارفرما موقعی دید فشار کارگرها زیاد و همگانی هست، اون اطلاعیه ها رو کم که میخواست مایی 200 هزار تومن بده به جای 500 هزار تومنی که تعهد کرده بود و بعد اعلام کرده ما 27 اسفند
این دریافتی ها رو به شما خواهیم داد که کارگران متوجه شدن این دروغی بیش نیست، چون 27 میخوان کارخونه رو به عنوان تعطیلات عید ببندن. در نتیجه کارگرای ایران خودرو هم خودشون رو برای ادامه اعتراضات و دست کشیدن از کار و اعتصاب دارن آماده میکنن تا در 24 اسفند که هم از سوی معلمان، هم پرستاران، هم بخشای زیادی از کارگران در سراسر کشور به عنوان یک روز اعتصاب و اعتراض همگانی در اطلاعیه‌ای که داره برای من میاد مشاهده میکنم عنوان کردن، و احتمال داره که اعتصابات کارگران ایران خودرو رو هم ما در به علاوه ببخشید یه خبرم از پارس خودرو و مزدا اومده که سندیکای فلزکار مکانیک منتشر کرده که اونها می همین اعلام شروع و حضور در این اعتصابات و اعتراضات 23 و 24 اسفند رو خواهند داشت. آقای اصالوی عزیز، پرسش این هستش که بعضی از کارخونه ها رو ما میبینیم که وقتی تعطیل میشن به هر دلیلی وضعیت کارگرانشون بلا تکلیفه، یعنی پرداختی بهشون نمیشه، تصفیه حسابی انجام نمیشه مثل قند کامیاب و بقیه جاها. نهادی هست که به مدافع کارگران باشه، حقوق کارگران در این موارد به خصوص، در کارخونهش میبنده میره، پول وامی چیزی از جایی اگه گرفته برمیداره میره این بالاها کانادا جایی، یا نه واقعا ورشکست شده. تکلیف کارگران چیه اون وسط؟ ببینید اغلب این کارخونه مثل کارخونه قند ورامین یا کامیاب یا کارخونه قندی که در استان خراسان به خصوص زیاد هستن، فریمان و شیروان و اینها، اینه که همه اینها رو به نوعی سپاهی ها و عوامل حکومت به عنوان بخش خصوصی صاحبش شدن، یعنی بخش خصوصی نیست، همون شبه حکومتیه که اینا به عنوان سهم سرکوب مردم به دست آوردن. یگان راهی که تاریخ نشون داده و خیلی کشورها کارگرا نشون داده این نیست که دستشون رو جلو کسی برن دراز بکنن. یگان راه این هستش که دست به زانوی خودشون بگیرن و مدیریت و مالکیت این کارخونه رو بگیرن. من اخباری دارم در تاریخ همین معاصر، همین یک ماه پیش در کانادا ما همچین اتفاقاتی در معادن کانادا داشتیم و در همین آمریکا چند نمونه داشتیم، جاهایی که کارفرما تازه اینجا خصوصی هم بوده این اعلامو کرده، کارگرا یک شوراهای مشارکتی تشکیل دادن، در مدیریت ها مشارکت کردن با قدرت استفاده از اون سندیکاها و اتحادیه‌ها و قدرت جمعی که داشتن، ضمن در چنگ گرفتن مدیریت ها با همکاری کارگران و اتحادیه‌های دیگه در صنوف دیگه، تونستن با همکاری کارمندا و کارشناس هایی که در همون مراکز اقتصادی، بنگاه اقتصادی کار میکردن، مدیریت خودشون رو اعمال کنن و به نوعی حالا یا به طور موقت یا دائمی مالکیت رو در اختیار خودشون بگیرن و با اداره‌ای که خودشون کردن راه بسته شدن رو جلوش رو گرفتن. یک نمونه موفقش هم در همین کشورهایی که عرض کردم خدمتتون معادنی بود که در کانادا اتحادیه‌های کارگری کانادا این کارو کردن. همین یکی دو ماه پیش گزارشاش هم در به اصطلاح سایت‌های کارگری ITUC، اتحادیه کارگر جهانی و اتحادیه‌های سراسری کانادا هست. مسئله ایران این نیست که مثلا این کار سود نداره، مسئله دزدی که میشه. آیت الله مکارم شیرازی و پسرش و دامادش سالهاست، شاید ده ها سال الان مافیای ورود شکر به که مملکت رو درست کردن، خارج از چارچوب گمرکی وارد میکنن شکر رو به داخل کشور و بعد ورشکست میکنن تمام صنایع و مزارع نیشکر و چغندر قند رو در رابطه با کارخونه‌های شکر و تصفیه شکر و کارخونه‌های قند، و این بیکاری کارگران قند ورامین، قند کامیاب و کارخونه‌های دیگه، به خصوص قضیه خود نیشکر هفت‌تپه هم الان مهم هستش که اونجا هم 37,000 کارگری که کار میکردن توی اون صنایع الان شاید حتی به 6,000 نفر 7,000 نفر هم نرسن با گزارش هایی که ما داریم دائما از نیشکر هفت‌تپه و کارون. این هستش که این ماجرا برمیگرده باز هم به سیستم حکومتی که یه عده دلال واسطه بین‌المللی وارد کننده کالا باعث شدن که این بخش از اقتصاد ما، اقتصاد تولیدی و صنعتی ویران بشه، و این دعوایی است که مثلا جناهای سالمی هم که از
دولت روحانی این بحث ها رو کردن، بحث گمرک رو آوردن جلو، بحث اسکله‌های غیرقانونی آوردن که خود کروبی، که خود احمدی نژاد به عنوان برادر قاچاقچی از این سپاهی های مفخور و عوامل دار و دسته رهبری صحبت کردن، همش به یه جا میرسه. ما چاره غیر از این نداریم که متحد باشیم هممون با همدیگه و در جهت خلع قدرت اینها حرکت بکنیم، چون اینا بجز همین بیکار کردن و نابود کردن صنعت و از بین بردن زندگی مردم راهی نمیذارن برای ما. ما کارگرها، پرستارا، معلمان راهی نداریم بجز اینکه در همه جا همدیگر رو پیدا کنیم و دست اتحاد و همبستگی به همدیگه بدیم و برای 24 اسفند یک بار دیگر مثل 10 اسفند و 17 اسفند که روز جهانی زن بود و تجمعات و حضورهای زیادی حتی از زنان معلم در برخی شهرستان‌ها داشتیم، بار دیگه این همبستگی رو در سطح ملی آنقدر گسترده کنیم که قدرت حکومتی و مدیریتی رو بتونیم به تدریج از دست این حکومت ولایت فقیه خارج کنیم و خودمون از پایین اعمال مدیریت بکنیم تا خودمون رو از شرایط حاضر نجات بدهیم. 24 اسفند های اوسانلو اشاره کردین، در کجا قرار شد کارگران تجمع کنن؟ طبق این اطلاعی هایی که من دادم هم از پرستاران و کانون صنفی معلمان، در رابطه با 24 اسفند 10 صبح جلوی مجلس در تهران و در مراکز استان هم جلوی ادارات کل آموزش و پرورش و فرمانداری ها و استانداری ها. البته در تهران اعلام کردن که از 23 و 22، 23 و 24 از هر سه روز حالت تحصن و دست کشیدن از کار و اعتراض در مدارس رو هم معلم ها خواهند داشت، به خصوص 1000 معلم اردبیلی که نامه مستقیمی فرستادن و این درخواست اطلاع رسانی در سطح جهانی رو هم برای این اعتصاب و اعتراض خودشون خواستن که معلمای اردبیلی از همین الان در اعتصاب و اعتراضن. بیش از 1000 نفر از اونها یک بیانیه رو امضا کردن و فرستادن که حالا من اخبار جدیدتری اگه داشته باشم تماس میگیرم در برنامه‌های خبری شما هم ازش استفاده بکنیم که اونها بدونن از طریق رسانه‌ها مورد توجه است مبارزاتی که پیش میبرن. ممنون میشیم. اما آخرین خبر درباره کارگران زندانی و معلمان زندانی رو از شما میشنویم، با ذکر این نکته که در اطلاعیه‌ای که معلمان بیرون دادن منتشر کردن اینه که حقوق معلمان در ایران 8 برابر کمتر از حقوق معلمان در ترکیه است. اخبار زندانیان کارگران زندانی رو از شما میشنویم. بله، آقای میلاد درویش یکی از کارگران و یا میشه بگیم معلمینی بود که در کنار معلما کار فیلمبرداری تجمع 10 اسفند رو میکرد که دستگیرش کردن بیهوده با 14 معلم و رهگذری که اونجا بودن و تا دیشب ایشون در بازداشت بود که بالاخره به قید کفالت آزادش کردن فعلا. و ایشون مشاهداتی داشته از شکنجه ها، از زورگویی ها و حتی تجاوزاتی که به دستگیر شده ها کردن در زندان و فاش با شجاعت اعلام کرده که من همه اینها رو مصاحبه می کنم و خواهم گفت. اخبار اطلاعاتش هم در سایت حقوق معلم و کارگر و کانون صنفی معلمان از همین دیشب منتشر شد، 4 صبح به وقت ما اومد بیرون. همینطور رسول بوداغی، حشمت تبرزدی، خالد هردانی، افشین حیرتیان که در رابطه با حمایت از اعتصابات معلمان و کارگران و پرستاران بیانیه داده بودند، توسط بازرسی زندان رجای شهر درخواست شده بود که ببرنشون قسمت بازرسی پرونده جدید تشکیل بدن که اینها نرفتن و بعد حمله کردن به بند اینها در سالن 12 زندان رجای شهر و موقعی که زندانیا تو هواخوری اون 1-2 ساعت بودن درهای هواخوری رو قفل کردن، تمام اتاقای اینها رو به هم زدن، در هم ریختن که شاید بتونن مثلا یک تلفنی چیزی اونجا پیدا کنن. این تهمانده زندگی این زندانیان به هم ریخته شده و متاسفانه ما میبینیم که نه تنها معلم‌ها و کارگرها رو آزاد نکردن بلکه تازه برای اونها پرونده‌های جدید تشکیل میدن و احکام جدید صادر میکنن، مثل حشمت تبرزدی، مثل آقای مهدی فراهی شاندیز، مثل آقای بهنام ابراهیم زاده و متاسفانه 1 سال زندان هم که برای رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده
صادر کردن در رابطه با اطلاع رسانی مربوط به حمله ای که به بند 350 در اردیبهشت ماه شده بود. سپاسگزار هستم آقای اوسانلوی عزیز و امیدواریم تمام زندانیان، کارگران زندانی، معلمان زندانی، دانشجویان زندانی، تمام زندانیان سیاسی در ایران در نوروز از زندان آزاد بشن و در کنار خانواده خودشون و در راه سازندگی کشورشون، برخلاف اونچه که در این مسیر شاهد هستیم در عرصه کارگری کشور. سپاسی دوباره از شما آقای اوسانلوی گرامی. منم سپاسگزارم و این آرزو رو دارم. این آرزو بدون مبارزه و بدون حضور همه خانواده ها، همکاران و دوستان و کسانی که اینها رو میشناسن و مردم ایران در جلوی زندان ها در سراسر کشور همینطوری به دست نمیاد و جمهوری اسلامی کس رو آزاد نخواهد کرد. تا هفته دیگر، بدرود. بدرود و روزگار خوب و خجسته رو برای شما و همه کارگران ایران، معلمان و همه مردمان در سراسر ایران آرزو هستیم در آستانه نوروز ایرانی که چند روز دیگر از راه خواهد رسید. در بکشاییم به روی نوروز خجسته ایرانی. پی میگیریم تفسیر خبر را شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند آقای بیژن صفصری، روزنامه نگار، مدیر و سردبیر هفته نامه ایران مهر در واشنگتن. سلام به شما. سلام علیکم، حال شما آقای چلنگ؟ منم خوب هستم، مطمئنم شما هم از هوای خوبی که یک دو روز شروع شده لذت میبرید. این رو هم بگم که امروز هم در بهاری است. بله. و شماره ویژه دارین تدارک میبینین ایران مهربانی؟ بله، اتفاقا دیشب هم نخوابیدیم، اگر یه مقدار من سر وضعم زیاد مناسب نیست به خاطر بیخوابی دیشبه، چون ویژه نامه صفحات زیادی هم داشت و به هر حال سخت مشغول. خب دوستان در ایران قطعا میدونن در آوردن یک نشریه چه مشکلات داره، منظورم دوستان روزنامه نگار هست، در خارج هم این مشکلات به شکل دیگه هست و کار زیاد در هم با همین فرصت کم، امکانات کمی که هست، ایران مر نشریه تحت سردبیری و مدیریت های صفصری جای خودشو در میانه جامعه ایرانی شرق آمریکا باز کرده با زحمات آقای صفصری و همکاران ایشون که امیدواریم موفق تر از این باشن. و اما صحبت از روزنامه شد و شب عید هست. بیژن گرامی، پیش از اینکه به خبرگان بپردازیم، وضعیت روزنامه نگاران زندانی رو از شما جویا میشیم. همچنان روزنامه نگارانی در زندان هستن، گزارشگران بدون مرز همچنان ایران تا بزرگترین زندان روزنامه نگاران میدونه بعد از چین. عرضم به حضورتون که الان دو تا از زندانیان روزنامه نگار ما حالشون بسیار وخیمه در زندان. یکی آقای باستانی هستش که برای معالجه بیماریشون بیرون اومده بودن، ولی این اجازه ندادن که سیر بهبودی تکمیل پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه و برگرده به زندان. نیمه کاری اینو برگردوندن و طبق صحبتایی که مادر ایشون اخیراً با چند تا از سایت ها کرده، حال آقای باستانی بسیار وخیم هستش. از طرف آقای محمد حسن یوسف پور سیفی در زندان اوین داره بیناییشو از دست میده و با خوردن قرصای به اصطلاح کورتون فعلا خودشو نگه داشته، ولی دکترای زندان هم حتی گفتن که ایشون به زودی بیناییشو کاملا از دست میده. بعد از اون ما همکار دیگه ای داریم که وضعیت نامناسبی در زندان داره که ایشون خانم آتنا
فرقدانی هستش که ایشون اومده بود بیرون، منتهی مراتب یک فیلمی تهیه میبینه، ویدیویی، و از شرایط سخت زندان میگه و به دلیل همین ویدیو دو مرتبه ایشونو برمیگردونه تو زندان، که حال ایشون هم خوب نیست. اونطوری هم که وکیل ایشون آقای مقیمی میگفتش، گویا مثل این که باز هم قصد دارن که اعتصاب قضا بکنه. همچنین خانم زهرا خندان، روزنامه نگار و همکاری که تو بیشتر رسانه های اصلاح طلب کار میکردن و اخیراً از یعنی تا 29 دی ماه ایشون بازداشت شده و بسیار، البته نگفتن که به چه جرمی، ولی همه دارن خبررسانی میکنن که در رابطه با راه اندازی کارزاری که خانم مهدیه گلرو برای خانم مهدیه گلرو راه انداخته بودن، ایشون یکی از فعالین بودن، به همین دلیل خانم خندان گرفتن. دیگه در سال گذشته، یعنی در سالی که ما الان رو به اتمام هستیم، چندین روزنامه بسته شده، از جمله هفته نامه ستاره صبح هستش که 22 دی ماه به دستور شعبه چهارم توقیف شده. دیگه روزنامه آنلاین هما هستش که 14 بهمن توقیف شد. آقای محمد قوچانی هستش، داماد دیگه آقای عماد الدین باقی که آقای علی مقامی هستش، ایشون هم از روزنامه نگاران روزنامه های منتسب به اصلاح طلب هستش و در واقع با جناب آقای محمد قوچانی هم محسوب میشه. غیر از این ما کسانی مثل یغما فشخامی، خبرنگار روزنامه روزان، که دو ماه توی زندان هستش و درست یک روز بعد از توقیف روزنامه روزان ایشون رو میگیرن و به علت نشر عکاسی با از این انگهایی که متداول هست برای دستگیری روزنامه‌نگاران امروز در داخل کشور. و یک خبرنگاری که به اصطلاح خیلی هم سرصدا کرده توی جامعه جهانی و دولت امریکا هم خیلی پیگیرش هستش، آقای جیسون رضاییان هستش. غیر از اینا ما سراج الدین میردامادی رو داریم که حتما شما یادتون هست آقای چالنگی، که ایشون در خارج از کشور بودش. بله بله. از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون به تصور این که فضای دیگری خواهد بود و اینا، برمیگرده و در فرودگاه بهشون، البته نمیگیرن تو فرودگاه، ولی بهشون میگن که باید بیایی، و بعد که میرن برای یه بازجوی دیگه گرفتار میشن و هنوز هم در زندان. غیر از اینا ما کماکان روزنامه نگاران زندانی داریم که کماکان تو زندان هستن، مثل احمد زیدآبادی، مهداد سرجویی، علیرضا رجایی، کیوان سمی، اینا همچنان در زندان هستن. با این حال حسن روحانی رئیس جمهور فعلی نظام ولایی، ایشون در یه مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان میگه که من فکر نمی کنم که در ایران به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری کسی بازداشت باشه، و 135 روزنامه نگار در یک نامه ای که اخیرا نوشته بودن به ایشون انتقاد کردن و گفتن آقا دیگه دروغ از این گنده تر که دیگه نمیشه، تمام جهان دارن اسم این زندانیان روزنامه‌نگار زندانی تو شبکه‌های اجتماعی همه جا هست، خانواده‌هاشون. معلصف میخوام بگم که آقای روحانی برعکس اون وعده‌هایی که داده بود، نه تنها وضعیتی برای روزنامه‌نگاران بهتر نشد، بلکه بدتر شد، و در دوران آقای روحانی ما بگیر به مندهای بیش از قبل داشتیم. نمونه اش همین که خدمتتون اسامی که جدیدن عرض کردم خدمتتون، مثل آتنا فرقدانی، عرضم بزرگتون که آقای مسعود باستانی با اون شرایط که حتی دکترا اجازه نمیدن، حتی دکتر زندان هم
نامه می نویسه که آقای ایشون وضعیت وخیمی داره ولی برش می گردونن به دستور دادستانی. اینا جنبندی وضعیت روزنامه نگاران امروز ما در داخل کشور هستش آقای. بله، در فرصت کمی که داریم، وگرنه وضعیت بسیار وخیمتر از اون هست که در چند دقیقه بشه گفت. جوانان ایرانی که زندان هستن، مسعود باستانی خب بیمار هست، یک روزنامه‌نگار جوان که از آقای حسن روحانی باید پرسید که مثلا مسعود باستانی چه کرده غیر از روزنامه‌نگاری، یا بقیه بچه های روزنامه‌نگاری، کارکنان عرصه روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران. خب ببینید، کسی مثل مسعود باستانی یا آتنا فرقانی حتی دسترسی به امکانات پزشکی لازم رو ندارن، و زندانیان دیگه، آقای زیدآبادی، آقای کاظمنی بروجردی، ارجنگ داوودی، مهدی گررو و بقیه. اما مثل اینکه زندان هم سوال نیست، واقعا خوب عیان هست، خودی و غیر خودی داره. آقای محمد رضا رحیمی به هر دلیلی در زندان بود، به خاطر بیماری همسرشون مرخصی میگیرن میره، کار بسیار خوبی هم هست، به هر حال همسرشون بیماره، اجازه میدن برن ملاقات. اما زندانی که خودش بیماره مثل مسعود باستانی رو اجازه نمیدن معالجاتش تموم بشه. اینا همش به عمده. به نظر من بعد از جریان خانم عکاسی که در کانادایی زهرا کاظمی، بله، خانم زهرا، بعد از اون جریان اصلا کشتن زندانی با هر جرمی دیگه قبحش در نظام جمهوری اسلامی ریخته و عملا شرایطی فراهم میکنن که اینا در الان ببینید همین آقای یوسف پور داره الان چشماشو از دست میده، و با علم به این که تمام اینا هم که در شرایط بد جسمی قرار دارن، خود پزشکان زندان گواهی دادن و رفع مسئولیت کردن، اما با این وجود حتی قانونمداران به اصطلاح مال نظام جمهوری اسلامی به پزشکانی که خودشون منتسب کردن در زندان اعتقادی ندارن و به حرف اونا هیچ اهمیتی نمیدن. بنابراین نظام جمهوری اسلامی به راحتی فراهم میکنه وسایل و شرایطی رو که زندانی بمیره در زندان، و این همه تلاشی که جامعه جهانی برای قبح این قضیه که در دولت مردان ایرانی ریخته شده هیچ وقت و هیچ گاه نداشته. بنابراین ما خواهیم دید که عظیمه، و البته ما خدا رو از خدا میخواهیم که این زندانی های ما حالا از هر صنفی که هستن سالم از این مهلک بیان بیرون، اما شرایط آنقدر وانفساست که در این شب عید شما مادرانی میبینید، شما نمیدونم جدیدن مصاحبه آقای خانم باستانی، مادر آقای مسعود باستانی رو خوندین که با روز آنلاین صحبت میکرد. به واقع من فکر میکنم حتی اگر به تعبیر خود آقایونه که مذهبی هستن شمر همینه میشنید به گریه میفتند. من نمیدونم که چگونه استش که این آقایون دم از خدا و قرآن و پیغمبر میزنن و چنین صفاکی در حق ملت ایران و خصوصا قش قلم به دست دارن میکنن. آقای سفسری عزیز، بله، وضعیت بسیار دردناکی است، وضعیت زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، و اینکه چه اصراری هست منکر بشه آقای حسن روحانی که ما و این حرف و مطرح که ما در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم. البته خب روزنامه‌نگاران هم پاسخ لازم رو دادن به این انتشار اکاذیب، اگر هست همین هست که آقای روحانی انجام میده. اما در کنار رویدادهای دیگه، در آستانه نوروز انتخابات مجلس خبرگان بود. این انتخابات و آقای یزدی به این ریاست یه همچین مجلسی انتخاب شدین، به نظر شما چه تأثیری بر سفره مردم، بر زندگی مردم داره چون این انتخاباتی، و چه نقشی داره مجلس خبرگان؟ عرضم به حضورتون که
یکی از مهمترین وقایعی که در پایان روزهای آخر سال همین انتخابات ریاست مجلس خبرگان بود که اهمیت اون به این دلیل بودش که اولا آقای هاشمی رفسنجانی پاشو گذاشته بود وسط برای سالها کنارگیری و امتناع کردن از شرکت در اینطور انتخابات. ثانیاً بیماری رهبری جمهوری اسلامی باعث کردید که یک سری حدس و گمان ها و نقشه ها و پیشبینی ها بشه که همه اینا در تصمیم گیری مجلس خبرگان که برای اسفند سال دیگه که قراره همزمان با انتخابات مجلس شورا برگزار بشه این حساسیت رو به وجود آورد که رئیسی که میخواد انتخاب بشه بتونه جهتگیری داشته باشه که بتونه به هر حال اون پیشبینیایی که به ضرر آقای خامنه‌ای هستش تحقق پیدا نکنه. اما من اجازه میخوام که قبل از هر چیزی یک مطلبی راجع به همین انتخابات خدمتتون عرض بکنم، اینه که کسی که این دفعه به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد در واقع رئیس ویرانگر هستش. اگه خاطرتون باشه آقای یزدی یک زمانی نه چندان دور به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود که بعد از اینکه از این مقام کنار گذاشته شدن یا رفتن، آقای شاهرودی که از قضا یکی از کاندیداهای ریاست خبرگان بود، ایشون وقتی که اومد گرفت قوه قضاییه رو گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. بنابراین این ذهنیت برای تمام جامعه ایرانی وجود داره، کسی که 10 سال قوه قضاییه رو بنا به گفته خود دولت مردان نظام به ویرانه تبدیل کرد، لاجرم در هر پست دیگه ای هم که قرار بگیره جز ویرانی چیزی نخواهد داشت. و اما البته خود آقای شارودی هم گلی به سر دستگاه قضایی نزد. بله اون که بله. مهم این هستش که خود آقایون قبول داشتن که این آقا 10 سال که قوه قضاییه رو داشت ویرانه ای تبدیل کرد. و برای شما شاید جالب باشه اینم که آقای یک به اصطلاح طاعونی به نام دادگاه مطبوعات به قضاوت یک قاضی نوجوان بی تجربه و عقده‌ای به نام آقای مرتضوی هم از بستگان و نزدیکان آقای یزدی بوده که در زمان تصدی قوه قضاییه ایشون رو از یزد ور میداره میاره در تهران و ناگهان میذاره در دادگاهی که مربوط به مطبوعات هست. به هر حال میخوام بگم ایشون متهم هم هست به قتل زهرا کاظمی. بله اونا که دیگه بعدش بودش که دیگه ایشون همینطوری پیشرفت کرد و پیشرفتش هم با همین چیزا بود دیگه که مورد قبول آقای خامنه ای بودش و ایشونو تشویق میکردش تا به جایی که در سازمان تامین اجتماعی اون دزدیهای کلان کرده، هنوزه حکم دادگاهی که برای صادر کردن نمیتونن این آقا رو بگیرن تو زندان بکنن. معلصف ولی آقای صفصری ببینین بره. اگر بخوایم گذشته اینا عملکردشون نگاه کنیم، ما آقای شارودی هم چیزی شبیه ایشون داره، آقای رفسنجانی هم ایزن و بقیه، و این دستگاه قضایی هم که شاهرودی گفته ویرانه ای تبدیل کرده، چه دستگاه قضایی که اساسا با قضا و دستگاه قضایی مدرن امروز زمین تا آسمون فرق میکنه. پرسش من اینه چه فرق چه اثری داره این خبرگانی که قراره بر رهبری نظارت کنه که تبدیل شده به ستایشگر رهبری، تملقگوی رهبر، چه فرقی میکنه؟ خیلی حدس و گمان بودش که
احتمال خیلی خیلی زیاد بود، حتی طبق گزارشاتی که الان منتشر شده تا دقایق آخر بسیاری امیدوار بودن که، یعنی اون بسیار منظورم کسانی هستن که معتقد هستن نظام رو میشه اصلاح کرد و با انتخابات و این گونه مسائل به راه درست انداخت، و خیلی امیدوار بودن که آقای هاشمی رفسنجانی این پست رو میگیره، و از اونجایی هم که تا حالا چندین تکمزراب در رابطه با آقای خامنه ای زده بود و مسئله شورایی بودن این رهبریت و بعد از آقای خامنه ای رو مطرح کرده بود، بسیاری امید داشتن که آقای هاشمی رفسنجانی این کرسی رو تصاحب بکنه. حتی با اون نشانه ای که اون نامه بدون سلام و سلامی که به رهبر می نویسه، تمام این دورخیز ها برای تصاحب این مجلس بود که تنها ارگانیه که میتونه نسبت به رهبری تصمیم بگیره. بنابراین این میتونست اگر آقای هاشمی رأی بیاره شاید یک تحولاتی یا یک تغییراتی ما در سیستم بافت نظام ببینیم، اونم نه به خاطر با نیت اینکه مردم یا کشور رو به ترقی بره یا آسایشی برای ملت ایجاد بکنه، نه، فقط همه این داستان ها برای کسب قدرتی که بعضی از این آقایون از دور این قدرت بیرون گذاشته شدن للاسف. اما در دقایق آخر شما میبینید که با یک فعل انفعالات محسوس آقای جوادی آملی کرمانی یک سفر به قم میکنه، درست چند ساعت یا 7-8 ساعت مونده بود، و تمام داستان تغییر پیدا میکنه و دوباره دو رقیبی که 13 سال با همدیگه در همین انتخابات خبرگان با هم دیگه به اصطلاح رقابت میکردن باز به هم افتادن، و این بار آقای یزدی بود که در اوج ناباوری مصلحان نظام، کسانی که معتقد به اصلاح نظام هستند، با یک اختلاف رأی بسیار بالایی میگیره. اما از این به بعد چه خواهد شد؟ بله، از این به بعد همان می بوده که هست. با وجود آقای یزدی و سرسپردگی که این آدم داره و آقای خامنه ای، هیچ تغییر تحولی نه تنها نخواهد شد، بلکه در انتخابات اسفند سال آینده این مجلس کماکان منفعل خواهد بود و نسبت به رهبری هیچ گونه اتخاذ تصمیمی آقای سفتری. ببینید مسئله اینه که به نظر میرسه یک دایره بسته است این ماجرا، یعنی اینکه توقع اصلاح یک نظام از کسی که خودش پایه‌گذار تمام این، یکی از پایه‌گذاران هست، مثل آقای رفسنجانی پایه‌گذار اوضاعی است که به امروز رسیده، توقع تا چند از واقع بینانه هست؟ آیا فقط کفایت میکنه به این که 4 تا قر یا مثلا 4 تا کنایه یا 4 تا حرفی به آقای خامنه ای زد؟ این مایه امید بستن به این هستش که ایشون نظام رو اصلاح میکنه در جهت مردم و مساله مردم. آقای رفسنجانی در ایران بسیار شغلای اساسی از ریاست مجلس، ریاست جمهوری، 8 سال تمام کشور دست ایشون بود، ایشون باعث ادامه جنگ شد، ایشون کسی است که جنگ رو به گفته آیت الله منتظری تلفنی اداره میکرد. چه تخصصی؟ حرف من اینه که این دعوای در قدرت رو حالا بگذاریم، از اینکه بعد اندلزوم حرف مردم رو ممکنه گاهی بزنن، بله، اما این در قدرت رو شما تا چندی اصلا مربوط به مردم میدونید؟
عرضم به حضورتون، ببینید آقای چالنگی، منظور از این تغییرات عرض کردم خدمتون نه در جهت رفاه و صلاح ملت و مملکت هستش، بلکه اینا یک داستانی خود آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از نمازهای جمعهش به طور کنایه آمیزی گفته بودن. ببینید این نظام وقتی که جمع بشه، به هر صورتی جمع بشه، برای تک تک این آقایون اگر یک زمانی برای شاه ایران بعد از به صلاح اون قضایا جایی پیدا شد در دنیا که بره، برای اینا هیچ جایی وجود نداره. حتی به تصور این که شما فکر میکنید یا مردم فکر میکنن که در کشورهای آفریقایی اینا سرمایه گذاری کردن یا نمیدونن میتونن اینا برن، باور بفرمایید در اون شرایط حتی اونجا هم اینا هم نیستن. و اینا هاشمی رفسنجانی به خوبی میدونه، به همین دلیل هر بلایی که به سرش دارن میاره تحمل میکنه، ولی به بزنگاه هم میرسه و درست گفته و راست گفته و ما دیدیم دخالت کرده و نذاشته به اون باریکی برسه که بخواد از داخل فرو بریزه. نقش آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون این بوده، اما اینکه مردم چقدر باور دارن، بله مردم باور ندارن. چیزی که مهم هستش برای تحلیل این قضیه این هستش که هاشمی رفسنجانی تنها عاقل نظام هستش که میداند اگر این نظام جمع بشود، نه تنها خود رهبریتش، خودش، حتی خانواده اینا هم در هیچ جای دنیا در امان نخواهند. این قضیه، وگرنه اینکه هاشمی رفسنجانی 8 سال، ما هنوز از ظلم هایی که هاشمی رفسنجانی مثلا تو داستان اهل قلم سعیدی سیرجانی رو کی کشت؟ به دستور کی بود؟ و قتلای دیگه، قتلای خانم و افراد دیگه. حالا من از اهالی قبیله قلم دارم عرض میکنم. بله بله بله، عرضم حضورتون که به هر حال این مجلس خبرگانی که این دفعه اینقدر سر صدا کرد، فقط به خاطر شایعی که البته شایعه نبود، ولی به هر صورت نگرانی هایی که اصولگرایان برای حال وضع مزاجی آقای خامنه ای داشتن، میخواستن از اون تصمیم هایی که مخالفان خودشون در رابطه با آینده نظام میگیرن به نوعی مانع و سد بسازن، و اونم با تعیین ریاست مجلس خبرگان که میتونه مجلس رو هدایت بکنه به سمت سویی که به هر حال هدف دارن. آقای صفدری، صحبت مجلس خبرگان هست و اشاره کردید به دوران پس از خامنه ای، آیت الله خامنه ای، که گفتید که وضع ایشون گزارش های هست که ناجور است. خیلی از ناظرانی که اوضاع ایران رو دنبال میکنن، به دقت دنبال میکنن، اشاره میکنن به این که در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی قدرت بالای 51% وجود نداره. یعنی حتی آیت الله خامنه‌ای خودش عملا سخنگوی هر جناحی هست که بتونه بر جناح دیگه غالب بشه. به زمانی لازم بود سخنگوی جناح احمدی نژاد و حامیان احمدی نژاد باشه، چنین کرد و حتی به دستور و فتوای آیت الله خامنه ای آدم هم کشتن، برای اینکه این بابا رو، احمدی نژاد رو، روی کرسی ریاست جمهوری فقیه تثبیت کنه. حالا لازم نیست علیه احمدی نژاد هم صحبت میشه، معاونش رو به زندان میفرسته. فردا لازم باشه از کسی دیگه ای، امروز از حسن روحانی، فرد از کسی دیگه. برای قدرت 51% هم ایشون نداره، یک سخنگوی سر کنون زورش رسید میگن ازش استفاده میکنه. این نظر گروهی هست. بنابراین بعد از آقای خامنه ای که به عنوان ضمناً یک نخی برای مرتبط نگه داشتن همه و سود مشترک همه جناها هست،
خلع قدرت در عرصه جمهوری اسلامی قابل پیش بینی هست. این رو شما چطور ارزیابی میکنید و تلاش تمام جناح‌ها برای تصاحب قدرت، شدت یافتن این برخوردهایی که الان میبینیم در عرصه جمهوری اسلامی؟ ببینید، بزرگترین موزلی که در جمهوری اسلامی فعلا وجود داره چند دستگی هستش که همه برای تصاحب قدرت دارن انجام میدن و هیچ نظام دیکتاتوری اگر جامعه و ملتش، ملتی که تحت سلطه هستش، قیام نکنه در نهایت در درون میپاشه و الان جمهوری اسلامی دقیقا در این مسیر قرار داره. و الان شما نگاه میکنید که آقای خامنه‌ای درسته در همه قضایا دخالت میکنه، در کوچکترین مسائل کشور داره دخالت میکنه، اما یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای به چنین کارهایی دست میزنه که در برحال یک رهبری وقتی که مدیرانی میگذاره، رؤسایی میذاره، نباید دیگه در جزئیات وارد بشه. این نشان دهنده اینه که خود خامنه‌ای آنچنان وحشت داره و به خاطر رضایت تمام گروه ها گاهی طرف یک گروه میغلطه، گاهی طرف دیگه میغلطه و به قول خودش داره میانداری میکنه، غافل از این که الان شرایط به جایی رسیده که دیگه قابل کنترل نیستش. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، همین مثال احمدی نژادی که شما فرمودید، آقای احمدی نژاد هنوزه که هنوزه بعد از اینکه با همه خط نشانی که براش میکشیدن که بعد از پایان یافتن دوره ریاست جمهوریش بلش میکنم، ببینید کماکان داره عرض اندام میکنه و کماکان کارایی داره میکنه که انگار نه انگار که این همه پشت سرش صحبت شد. دور برداشو بله، بعضی ها رو میگیرن، اونایی که به هر حال میتوانن بگیرن، اما خود احمدی نژاد کما، چرا؟ به خاطر اینکه احمدی نژاد در اون شرایط کارایی که میکرد حکم داشته و به فرمان آقای خامنه‌ای توجه میکنه، کما اینکه امروز آقای روحانی داره به صراحت میگه که برای موضوع هسته‌ای ما هیچ دخالتی نداریم، ما فقط داریم حرف آقای خامنه‌ای، آقای رهبر رو پیاده میکنیم، طبق نقشه ایشون هم داریم میریم. یعنی در واقع به نوعی داره خودش رو تبرئه میکنه در نتیجه‌ای که هر آنچی که خواهد شد. بنابراین کسانی هم که در جمهوری اسلامی دنبال اون دایره قدرت هستند به نحوی به آقای خامنه‌ای متصل هستند. این متصل بودن الان داره متزلزل میشه، چرا که تا انتخابات دور اسفند ماه به اصطلاح خبرگان آقای خامنه‌ای 84 سال سن خواهد داشت و ناگزیر باید به فکر کسی دیگه ای باشن و از این بابته که این جنگ قدرت در نظام شدت گرفته و دودش هم داره تو چشم ملت میشه. خب آقای صفصری، به پایان برنامه رسیدیم. شما الان ساعت حدود 3 بعد از ظهر واشنگتن میرید میخوابید یا کارتون ادامه میدید؟ والا ما که خواب نداریم، تازه اول کار. بله، برحال امیدوارم به روزنامه نگاران زندانی در ایران روزی نچندان دور و دیر در کنار خانواده هاشون باشند، در عرصه آزاد برخوردار از آزادی بیان و قلم بتونن به کارشون بپردازند. مسعود باستانی و همه روزنامه نگاران زندانی، همچنان که همه زندانیان سیاسی نیز. سپاسگزار هستیم آقای صفصری عزیز. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کرد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در بکشاییم به روی نوروز خجسته ایرانی، به روی نسیم فروردین که در راه و خواهد رسید در روزهای آینده به سرزمین ما ایران زمین، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، الوند، کو
کوهساران دنا، دراگ و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خجسته باد، دلهایتان شاد.